سلام، علی رجبی هستم از مرکز آموزشی آترین. تو این بخش و در قسمت دوم سیاه‌سفید کردن تصاویر رنگی میخوام به روش دیگه‌ای بپردازیم که میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه جلوه دیگه‌ای از تصاویر سیاه‌سفید رو تجربه بکنیم. جعبه لایه‌هام رو با شورتکات F7 فعال میکنم. فرمان دیگه‌ای که میتونه به من کمک بکنه در منوی ایمیج و در قسمت ادجاستمنت فرمانی است به اسم چنل میکسر. در حقیقت فرمان چنل میکسر با ترکیب کانال‌ها یا میکس کردن کانال‌ها این امکان به من میده که بتونم کنترل‌های رنگی متفاوتی رو روی تصویرم داشته باشم که حتما راجع به فرمان چنل میکسر به طور مجزا در آینده صحبت خواهیم کرد و تأثیرات اون بر روی یک تصویر. اما اگر در فرمان چنل میکسر گزینه مونوکروم رو فعال بکنم، تهمایه‌های رنگی من یا در حقیقت کانال رد، گرین و بلو من به شکل سیاه‌سفید در اختیار من قرار می‌گیره و می‌تونم شدت اون رو با استفاده از اسلایدرهایی که اینجا فوتوشاپ در اختیار من قرار داده کم و یا زیاد بکنم. شدت رنگ قرمز، سبز و آبی. منظور از شدت رنگ خب قاعدتا اینجا رنگ ما نیست، در حقیقت شدت تیرگی و روشنی کانال قرمز، سبز و آبی هست. نکته جالب توجه این هستش که حالت استاندارد به من میگه که جمع سه عدد باید به 100 برسه، اما من میتونم این قانون رو بشکنم و با توجه به نیازی که دارم تصویرم رو تغییر بدم یا فرمتی که دارم میخواد. خب رد رو زیاد میکنم، به طور مثال رد رو میذارم روی 65، اما میتونم سبز رو کم کنم، سبز رو میذارم روی 25 و آبی رو هم میذارم 0. و یک تصویر سیاه‌سفید با کنترل سه اسلایدر سبز، قرمز و آبی به دست میارم. در قسمت کانستنت میتونم شدت روشنی و تیرگی در حقیقت اون مقدار سیاه‌سفیدی رو که به دست آوردم رو تعیین بکنم. عدد رو روی 0 میذارم. اتفاقی که اینجا میفته برای من به چه صورت خواهد بود؟ در منوی لایرز یا در حقیقت در پنل لایرز فرمان چنل میکسر و تصویر رنگی من در حقیقت با هم ترکیب شدن و یک تصویر کامل رو به من دادن. باز هم از عمل مرج استفاده میکنم. این بار میتونم از این روش استفاده کنم. آلت رو نگه دارم، بیام در منوی لایر، بیام روی فرمان مرج ویزیبل و بعد ترکیب دو لایه رو به عنوان یک لایه جدید داشته باشم. نکته قابل توجه اینجاست که برای کنترل یک تصویر سیاه و سفید و شدت اون، اگر من در حال حاضر از فرمان بلک اند وایت استفاده بکنم، میبینیم که فرمان بلک اند وایت به هیچ عنوان نمیتونه تأثیر رو روی یک تصویر سیاه سفید داشته باشه. فرمان بلک اند وایت فقط میتونه یک تصویر رنگی رو به یک تصویر سیاه و سفید با کنتراست های متفاوت تبدیل کنه. اگر من بخوام در حال حاضر روی این تصویر سیاه‌سفیدم کنترل دیگری داشته باشم، باز هم میتونم با استفاده از فرمان چنل میکسر این کار انجام بدم، یا اینکه از لایه مورد نظرم یک کپی بگیرم، بیام در منوی فیلتر، بیام در قسمت بلار، باز در قسمت گازیان بلار مقدار فیلتر رو بالا ببرم، به طور مثال روی عدد 45 بسته به ابعاد عکس، و بعد مودم رو از نرمال به مالتیپلای تغییر بدم. خب میبینم که تصویر من خیلی تاریک شد و یا تیره شد. برای اینکه بتونم این رو کنترل بکنم، میتونم از قانون ماسک استفاده بکنم. چطور این رو کنترل بکنم و به یک تصویر سیاه‌سفیدی که مد نظر من هست برسم؟ روش بسیار جالبی رو من برای شما پیشنهاد میکنم. بعد از اینکه کپی گرفتیم و فیلتر رو اعمال کردیم و بلندینگ مود رو تغییر دادیم، حالا مالتیپلای یا اسکرین یا سافت لایت یا هارد لایت، میدونی که تمام این بلندینگ مودها میتونن یک تصویر سیاه‌سفید متفاوت به من بدن. نتیجه شگفت انگیز خواهد بود. من بلندینگ مودم رو از نرمال به مالتیپلای میذارم. لایر ماسکم رو فعال میکنم. میدونیم که فرمان لایر ماسک به من این اجازه رو میده تا بتونم لایه بالا رو با لایه پایین ترکیب کنم. اما ماسکی رو که من میخوام اینجا ایجاد بکنم یک ماسک عادی نیست. در حقیقت قسمت هایی رو که میخوام از بین ببرم قسمت های عادی نیستن یا به شکل عادی به وجود نمیان. در منوی ایمیج و در قسمت کالکیولیشنز میتونم با استفاده از ترکیب کانال های رنگی مورد نظرم به یک انتخاب جدید برسم و بعد اون رو در روی لایر ماسکم اعمال بکنم. به طور مثال کانال قرمز رو با کانال سبز و با استفاده از بلندینگ مود سکرین ترکیب میکنم. بسیار خوب، به این نتیجه میرسم و بعد اوکی میکنم. اما از فرمان کلکیولیشن میخوام تا ترکیب این دو کانال رو به صورت یک انتخاب به من بده. سلکشن رو فعال میکنم در قسمت ریزالت و بعد اوکی رو میزنم. خب الان من یک سلکشن دارم. حالا جالب اینجاست که بر روی سلکشنی که دارم خیلی 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 ساده با استفاده از رنگ مشکی که همه ما میدونیم رنگ مشکی در فرمان لیر ماسک
آن چیزی رو که داریم رو از بین میبره. با استفاده از کلید Alt Backspace رنگ مشکیم رو فیل میکنم و خیلی خیلی ساده تأثیر متفاوتی از لایه‌ای رو که میخوام میبینم. در حقیقت ماسک من الان این هست، ماسکی که من به وجود آوردم. با نگهداری کلید Alt و کلیک روی Layer Mask میتونم تأثیر ماسکم رو ببینم. خیلی جالب، میتونم این رو معکوس بکنم. میام در منوی ایمیج، میام در ادجاستمنت، با استفاده از فرمان اینورت تأثیر فرمان لایر ماسکم رو معکوس میکنم، یا با کلید کنترل آی، کنترل آی برای تغییر ماسکم. اپاسیتی رو کم میکنم، از عدد 100 روی عدد 75 قرار میدم و باز هم یک تصویر رنگی تبدیل شد به یک تصویر سیاه‌سفید با کنترل متفاوت، این بار با استفاده از چنل میکسر و فرمان کلکیولیشن. علی رجبی هستم از مرکز آموزشی آترین.